سلام و خوش اومدیم به یک ویدیوی جدید. برعکس انتظارها به پایان رسید و قراره که امروز آموزش بدیم که چجوری میتونیم تیم ملی کلاسیک ایرانو با احمد رضا عابدزاده، علی دایی، علی کریمی، کریم باقری، خداداد عزیزی و غیره تمام بازیکنان کلاسیک رو اضافه کنیم به PS2021مون. به اضافه اینها کلا تیم‌های اروپا و آسیا و آفریقای کلاسیک رو، حالا میخواد پرتغال کلاسیک باشه یا برزیل کلاسیک، آرژانتین کلاسیک، تمام تیم‌های ملی کلاسیک رو اضافه کنیم به PS2021مون، هم توی کنسول و هم توی PC. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، برای انرژی دادن لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. قبل از اینکه بریم سراغ همیشه این رو بهتون میگم که ویدیو رو کامل نگاه کنید، حتی 5 ثانیه هم جلو ندارید. به خاطر این دارم این رو میگم که اگر توی این 5 ثانیه من یه چیزی گفته باشم و شما اون رو انجام ندید، احتمال اینکه توی بازیتون مشکلی ایجاد بشه هست. پس حتما دقیق به اون چیزایی که میگم گوش کنید و اگر مشکلی دارین که نتونستین حلش کنید، حتما انتهای ویدیو رو نگاه کنید، چون اونجا دو تا از مهمترین و پرتکرارترین مشکلاتی که واسه من فرستادین و مشکلتون رفع شد رو آخر ویدیو گذاشتم که چجوری باید اون مشکلات رو حل کنید. پس حتما آخر ویدیو رو ببینید. اول از همه اینا یه تشکر بکنم بابت اون 120 لایکی که توی ویدیوی قبلی خورد و اونو من گذاشته بودم که اگه اون 120 بخوره این پست رو بذارم و آموزش بدم اینو، و یک معذرت خواهی هم بکنم به خاطر این دیرکردی که اتفاق افتاد. واقعا شرایطم نبود که بذارم، اما با این حال وقتی بهتون گفتم پنجشنبه، خدایش الان دارم پنجشنبه این ویدیو رو میذارم. باید این ویدیو رو بالاخره من زودتر منتشر میکردم، ولی باز معذرت میخوام. راجع به لینک دانلود صحبت کنم، لینک دانلود فایل 105 گیگ اینا 105-110 گیگ حجمشه. داخل دیسکریپشن همین ویدیو که نمیدونم اینجا میاد یا اینجا میادش، شما میتونید یه تیک هستش اونو بزنید، دیسکریپشن واسهتون باز میشه. لینک تلگرام هستش، برین داخل تلگرام، اونجا هم واسهتون خود فایل رو آپلود میکنم، هم لینک بهتون میدم که تونید از سایت دانلود کنید. اما به خاطر اینکه سایت ها امکان داره که لینک ها رو منقضی بکنند، حتما داخل تلگرام جوین بشین که اونجا من یا سایت جایگزین میذارم یا خود فایل هستش و شما میتونید دانلودش بکنید. دو تا فایل هست، یه دونه آپشن فایل، یه دونم نصب کننده که واسه پی سی کاراه. من بهتون توضیح میدم الان چی به چیه. بهتون بگم که کنسولی ها، یعنی کلا واسه همتون، شما باید هم کنسولی ها هم پی سی باز ها باید حتما آپدیت کنید بازیتون رو، یعنی بازیتون باید آپدیت باشه، یعنی دیتا بگ 7 نصب باشه. اگه نمیدونید که دیتا بگ 7 نصب هست یا نه، اون پایین سمت راست فکر کنم توی بازی که میرین صفحه اول بازی که بالا میادش نوشته دیتا پک یا DLS 7. اگه DLS 7 بودش اوکیه، اما اگه دیتا بگ 7 نبود برای کنسولیا، خب شما باید دسترسی به اینترنتتون رو باز کنید و برین و اونجا آپدیت کنید بازیتون رو. این واسه شما کار خاصی نداره. اما برای پی سی بازها، اگه واسه شما دیتا بگ 7 نیستش، اصلا میخوام ببینید که پی سی باز ها دیتا بگتون 7 هست یا نه، شما باید بیاین روی بازیتون که روی صفحه هستش کلیک راست کنید، اوپن فایل لوکیشن رو بزنید، واسهتون این صفحه باز میشه. ببینید توی قسمت دانلود و اینجا اگه همجور که نگاه بکنید نوشته مثلا DT 80 100 200 300 400 500 600 700، اینایی که نوشته 100 200 300، اینا هر کدومشون، یعنی اینی که نوشته 100 میشه دیتا بگ 1، اینی که نوشته 200 میشه دیتا بگ 2 و همینجوری تا آخر. شما باید از دیتا بگ 1 تا 7 رو داشته باشین. اگه که دیتا بگ 1 تا 7 رو ندارید، لینک تلگرام گذاشتم این پایین، برین داخلش، برین بالا توی تلگرام و اونجا میتونید لینک تمام دیتا بگ ها هستش، میتونید دانلودش کنین و دانلودشون که کردین مثل من اینجا بریزین توی پوشه دانلودتون همینجوری که واسهتون باز شده. وقتی که ریختین میایین، من واسهتون یه دونه فایل گذاشتم به اسم نصب کننده، اون رو دانلود میکنید. اونو که دانلود کردین واسهتون این فایل نمایش داده میشه. بذارین من یکم بزرگ کنم متوجه بشین. این فایل نمایش داده میشه، چیزی رو حذف نکنید، روش دو تا کلیک بکنید و وقتی که باز شدهش شما باید بهش یه آدرس بدین. اون بالا که نوشته CPK patch، اونجا شما باید چوز پچ رو بزنید و آدرس PSتون رو بدید که نصب شده. اما اگه آدرسش رو نمیدونید، روش کلیک راست میکنید، اوپن فایل لوکیشن رو که زدید میرین توی قسمت دانلود. اینجا که رفتین شما باید روی این پوشه که این بالا هستش بزنید و کامل بهتون نشون میده که آدرس این جایی که PSتون رو نصب کردین کجاست. مثلا واسه من نوشته ای پروگرام فایل 86 steam apps common ای فوتبال PS2021 دانلود. این رو شما باید دقیق اینجا بدید توی قسمت باکس بالایی، باکس 2 رو کار نشته باشی. الان من چوز پچ رو میزنم، گفتم واسه من میشه درایو ای پروگرام فایل 86 و استیم و استیم اپس که اگه من پیداش بکنم، استیم اپس کامان PS2021 و اینجا پوشه دانلود رو بهش میدین و اینجا واسهتون اینجا دیتا بکاتون میادش. شما اگه تیکی هستش اضافی تیکا رو بردارین. بذار من
من دقیق بهتون بگم. شما باید دیتا پک هاتون رو از 1 تا 7 تیک بزنید. دقت کنید، مثلا الان این دیتا پک 1 2 3 4 5 6 7، اینا رو که تیک زدین جنریت رو میزنید و کار تمومه. و این رو بهتون بگم واسه همه، کلا آپشن فایل وقتی شما میخواین نصب کنید نیاز به اینترنت دارین، بجز پی سی. پی سی هم میتونه آفلاین اینو نصب کنه، هم میتونه آنلاین نصب کنه، اصلا واسه پی سی هیچ محدودیت وجود نداره. اما برای کنسولیا، واسه ایکس باکسی ها این قابلیت این وجود نداره که تو روش بتونید آپشن فایل نصب کنید. و این رو باید یه معذرت خواهی بکنم ازتون، چون هیچ راهی نیستش واسه شما که بتونیم آپشن فایل رو نصب کنیم در حال حاضر. اما من میگم واسه تون یه راه حتما پیدا میکنم. جدای اینها واسه پی اس 4 و پی اس 5 میشه، اما باید شما دسترسی به اینترنت داشته باشین. حالا من نمیدونم اکانتتون اورجینال هست یا نه، باید دسترسی داشته باشین به اینترنت، اما حجم خیلی خاصی مصرف نمیکنه، فقط واسه ایمپورت کردن ما به اینترنت نیاز داریم. آموزش نصب رو میخوام بدیم واسه پی اس 4 و پی اس 5. شما باید حتما یه دونه فلش داشته باشین و این فلش رو بزنید تن سیستمتون، که من الان این کارو انجام میدم. فلش رو که زدین باید حتما خب اون آپشن فایل رو دانلود کنید. فقط آپشن فایل رو که دانلود کردید اینه، کلاسیک آندرلاین مهدی پی اس، کلیک راست میکنید روش، اکسترکت رو میزنید. اکسترکت هیر رو حالا اگه دارین با گوشی انجام میدین میتونید برنامه وین رن رو واسه گوشی دانلود کنید، اما اگه دارین با کامپیوترتون انجام میدین حتما باید وین رنتون رو آپدیت کنید که مشکلی حالا ایجاد نشه. و شما اکسترکت هیر رو که زدید، اینجا ازتون میخواد که روی رمز وارد کنید و شما رمز مهدی پی اس رو بدون فاصله با حروف تماما کوچیک وارد میکنید، مثل من مهدی پی ای اس. این رو که زدین فایل اکسترکت میشه واسهتون. و بعد از اینکه اکسترکت شدهش، دقت کنید که این پوشه رو بدون اینکه هیچ دستی بهش بزنید همینجوری بگیرینش و بیارینش توی فلشتون بریزین. و دقت کنید که حتما باید فلشتون فرمتش FAT32 باشه. اگه که نمیدونید FAT32 هست یا نه، الان شما باید برید توی دیسپیسی تون و اینجا کلیک راست کنید روی USB تون و بیاین توی قسمت فرمت. اینجا مثلا واسه من نوشته FAT32، اگه خب FAT32 باشه مشکل نداره، اما اگه FAT32 نبود میتونیم FAT32ش کنیم. اما دقت کنید که فلشتون فرمت میشه و اطلاعاتش پاک میشه، پس حتما قبلش اطلاعاتتون رو خالی کنید. اگه FAT32 نبود همین کاری که من کردم، کلیک راست میکنید فرمت رو میزنید و اینجا FAT32 رو انتخاب میکنید و استارت، کارتون تموم میشه. فلش رو میکنید میزنید تن کنسولتون. کارهای اولیه واسه شماها انجام شده، الان باید شما یکم صبر کنیم بریم داخل بازی. وقتی که رفتیم داخل بازی، کارهای شما و پی سی بازها همه با هم دیگه یکی و یه جوره. آموزش نصب رو میخوام بدیم واسه کامپیوتر یا پی سی. شما خب اون لینک دانلود که واسهتون گذاشتم برین و آپشن فایل رو دانلود کنید. آپشن فایل رو که دانلود کردین یه فایلی بهتون میده مثل این، دقیقاً همین رو بهتون میده، کلاسیک آندرلاین مهدی پی اس. و اگه شما باید یعنی اکسترکش کنید دیگه، وینرتون رو حتما باید آپدیت کنید اگه آپدیت نکردین. و اینجا اکسترکت هیر رو میزنید، یعنی کلیک راست میکنید اکسترکت هیر رو میزنید، ازتون یه رمز میخواد و شما رمز مهدی پی اس رو بدون فاصله با حروف تماما کوچیک وارد میکنید، دقیقاً مثل من. وارد که کردین اوکی رو میزنید و اینجا اکسترکت میشه، بهتون پوشه وی پی اس رو تحویل میده. بعد از اینکه پوشه وی پی اس رو بهتون تحویل داد، شما باید روش دوتا کلیک بکنید باز بشه و هر چی توش فایل هست رو انتخاب کنید، کنترل سی بزنید یا هر جوری کلیک راست بکنید مثلا کپیش بکنید و بیاین داخل داکیومنتتون. داخل داکیومنت که اومدید کنامی رو انتخاب میکنید، کنامی رو انتخاب کردید، ای فوتبال پی اس 2021 سیزن آپدیت رو انتخاب میکنید، داخل وی پی ای اس میرین و اینجا کنترل وی حالا یا کلیک راست میکنید پیستش میکنید و الان شما کارتون تموم شده. باید بریم داخل بازی که بقیه کارا رو انجام بدیم. بعد از اینکه بازی اومد بالا، میریم داخل بخش سیتینگ ادیت رو انتخاب میکنیم و بعد از اینکه وارد این بخش شدیم، میایم توی ایمپورت اکسپورت و ما با ایمپورت تیم و ایمپورت کامپتیشن و ایمپورت ایمیج کار داریم. اول میریم سراغ ایمپورت تیم. ایمپورت تیم رو که رفتیم، شما باید کنسولیا این فلشتون رو حتما زده باشین به تن کنسولتون و اینجا واسه شما میاد که فلشتون رو باید انتخاب بکنید. یه منو واسهتون باز میشه، فلشتون رو انتخاب میکنید، میایین توی این بخش. اما کسایی که دارن اولین بار میان توی این بخش، واسهتون یه همچین صفحه ای نمایش داده میشه، شما باید همینجوری اوکی اوکی رو بزنید و برین جلو تا دوباره برگردین توی قسمت ایمپورت اکسپورت و بیاین دوباره همینجا. وقتی که اینجا اومدیم، الان همه تیمایی که میبینید تیمای کلاسیک هستن، نمیدونم حدود بیشتر از 30-35 تا تیم کلاسیک. اگه رونالدینیو هم میخواین اینجا هستش، میگفتین رونالدینیو رو بذار اینجا، کلی تیم هست. شما مربع رو میزنید که همه انتخاب بشن و اینجا شما باید هر دو تا تیک رو بزنید، که بهتون قبلا گفتم این دو تا تیک واسه چیان، نگران نباشید. و اینجا یه زمانی طول میکشه که این ایمپورت ها رو انجام بده. من حالا ویدیو رو سریع میکنم که شما وقتتون هدر نره.
شما باید حتما دقت کنید مثل من هیچ خطایی بهتون نده و این آخرش هم بنویسه فینیش، یعنی کامل شده باشه همه چیتون و هیچ خطایی هم دریافت نکنید. بعد از اینکه ایمپورت تیم ها رو انجام دادید مثل من و همه چی تموم شدش، شما حالا باید بیاین ایمپورت کامپتیشن رو انتخاب کنید. اینجا ما دو تا لوگوی خاصی نداریم، یعنی دو تا چیز بیشتر نیستش، چارگوشو میذاریم، یعنی مربع رو میذاریم، این دو تا رو انتخاب میکنیم، گو تو ادوانس سیتینگ رو میزنیم و میایم دوباره اینجا تیک اوورراید هم میزنیم و اوکی و اینجا سر این مرحله انجام میشه. و در آخر تنها مرحله ای که ما باید انجام بدیم، شما باید بیاین توی ایمپورت ایمیج و اینجا با کیفیت ترین کیت ها رو من واسهتون گذاشتم، برای همین شما این گزینه اول رو انتخاب میکنید و میایین تیک اولین گزینه که نوشته ایمپورت آل ایمیج رو میزنید و در آخر اوکی و وای میسید که ایمیج ها ایمپورت بشن یا همون کیت ها ایمپورت بشن. خب آقا ایمپورت ایمیج ها هم تموم شد، اما ویدیو رو ترک نکنید چون هنوز مونده یه سری چیزای خیلی مهم و مشکلات پرتکرار که من بهتون بگم، بعدا میتونید ویدیو رو ترک کنید. فقط بهتون بگم که لیگش کدوم لیگه که شما گیج نشین. توی قسمت انتخاب تیم ها که اومدید لیگش، یه لیگش اینه که توش 20 تا تیم ملی کلاسیکه و تیم ملی هم توی همینه، اما چون بیشتر از 20 تا توی یک لیگ جان نمیشد، من نمیتونستم بیشتر از 20 تا توی یک لیگ بذارم، بنابراین بقیه تیم ها توی قسمت یعنی لیگ پایینی که توشون اینا مثلا کلاسیک آرژانتین و برزیل و نمیدونم کرواسی و دیگه هر فرانسه و آلمان و ایتالیا و هر چیزی که بخواین هستن و همه‌شون توی این دوتا لیگه، یه دونه توی کلاسیک و یه دونه هم توی پایینیش. اما بریم سراغ مشکلات پرتکرار. شده که بعضیاتون آپشن فایل رو نصب کردین، حتی آپشن فایل قبلی که من گذاشته بودم، و بعد از اینکه آپشن فایل و کاراشو انجام دادین و ایمپورت کردین، همه کارا رو انجام دادین، میایین میبینین که تیم‌ها همه هستن و لوگوها درسته، اما نقل و انتقالات انجام نشده یا مثلا داخل تیم ملی علی دایویان نیستن و یه سری بازیکن‌های چرت و پرت هستن. این هم راه چاره داره. اگه یه همچین مشکلی واسهتون پیش اومد، شما باید بیاین توی همون بخش انتخاب تیم‌ها و شوک سمت راستتون رو فشار بدین، یه منو واسهتون باز میشه، شما الان لایو آپدیتتون روشنه که اینجوریه و شما باید بیاین روی گزینه دوم و لایو آپدیت رو آف کنید. بعد از اینکه این کارو کردین، اگه بیاین توی تیم ملی ایران یا هر تا هر آپشن فایل دیگه‌ای نصب کرده باشین، نقل و انتقالاتتون انجام شده و الان میگین که علی دایویان علی کریمی همه بازیکن‌ها هستن. اما مشکل دیگه ای که بودش واسه پی سی بازها بودش که شما میگفتید که ما مثلا میایم این بخش و وقتی که به محض اینکه کیک آفو میزنیم توی اون لودینگ میمونید و این مشکل شما به خاطر اینه که شما دیتا پک 1 تا 7 رو نداری، یعنی 1 2 3 4 5 6 7 همش رو باید داشته باشین، که توی کانال تلگرام هم لینک همشون رو گذاشتم و به همون روشی که اول ویدیو گفتم شما باید بگیرین اونا رو بریزین داخل اون فایل نصب کننده و اونجا جنریت رو بزنید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون و به دردتون خورده باشه. حتما لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه که باعث انرژی پیشنهادتون واسه ویدیوهای بعدی بدید. فعلا تو ویدیوهای بعدی.